نکات اضافه که میتونم تذکر بدم، یکی که میلاتون وقتی زیاده بازه، ببینید 25 تا 25 تا طبقه به امتیازی که میتونیم کم و زیادش کنیم کاری نداریم. این نکست رو میزنید یعنی 25 تای بعدی، لست رو میزنید یعنی آخرین از این 687 تا آخرین گروه رو بیاره. نکست یعنی دومی، بعد همینطوری قدم به قدم. یعنی من نکست رو بزنم، دومین گروه میاد، دومین گروه 25 تایی که نامه ها رو حالا خوندم جواب دادم، بعد نکست دومین گروه بعدی. ولی لست بزنم یعنی آخرین یا همون اولین نامه ها میشه. این یه نکته. نکته بعدی، شما میتونید با کلیک کردن روی اینها اینا رو بر اساس سندر مرتب کنید. یعنی من میرم فرست اولین، بسیار مهمه، خیلی جاها به درد بخوره. بعضی موقع میتونید با دیت، با زدن روی دیت یعنی بر اساس تاریخ، طبق تاریخ طبقه بندی کنه. ببینید آخرین نامه رو، ببینید تاریخی بر اساس سایز، بر اساس سایز طبقه بندی کنه. یعنی اینو سرچه، اینو جستجو کردن، پیدا کردن، بر اساس تاریخ طبقه بندی میکنه، سایز اندازه از بزرگ به کوچیک، بر اساس سندر به ترتیب حروف الفبا. بس با یک بار کلیک کردن روی اونها، میبینید عدد جلوتر از چیز دیگه، از عدد شروع میکنه، از عدد، بعد اکبر، ای چیزایی که هستش، بعد سابجکت بر اساس موضوع، بر اساس موضوع، چون اینا هیچ موضوعی نداره، نان، اول نانو قرار میده، بعد یواش یواش روی موضوعی که وجود داره. بس اینم یادتون نره. من دوباره برمیگردونم عرضم به حضور شما که بر اساس دیت، تاریخ که نامه هامو دقیقا بر اساس اون تاریخی که همیشه آخر، چون میخوام بر اساس تاریخ مرتب بشه، دقیقا همون صفحه اولا بیاد. بس این از این گزینه تغییر سوچ. حتی سرچ کردن یه فلش هم داره که شما میتونید روی اون فلش هم کلیک کنید، تاریخ ها رو بر اساس اون بالا و تاریخ پایین، روی این فلش که میزنید تاریخ بالا و پایین. قسمت بعد اینا هم که پوشه هامونه، من پوشه درست کردم. طریقه پوشه درست کردنم که چیه؟ اینجا بود که گفتیم چطوری پوشه درست کنید. و میتونم اینا رو مخفی کنم که شما نبینید که من چه پوشه‌هایی دارم. هاید بزنم، پوشه‌های شخصی فرض کنید، دیده نشه، شو نشون بده. یه گزینه داریم مای فوتو. اگر اینو بزنید تمام عکسایی که تو ایمیلاتون هست رو به صورت آلبوم براتون نشون میده. اگر شما 100 تا 20 تا هر چی توش عکس هست، ببینید عکس‌هایی که داخل ایمیلاتون هست اینجا هم می‌نویسه کیا فرستادن، چه آدرسایی، چیزایی که سندر آف عکس ها داخل کجا، مشخصات عکساتون هم میفرسته. هر کدوم هم خواستید بیدید چیکار کنید، کلیک کنید و اون عکس رو مشاهده کنید اگر میخواید، یا اینکه انتخاب کنید به عنوان یک کپی اینا میخواید وردارید، سیو تو کامپیوتر، ببین این عکس رو برات نشون میده و سیو تو مای کامپیوتر. میتونی این عکس رو اگر مثلا تو ایمیلت داری، میخواید توی کامپیوتر چیکار کنی، ذخیره کنی، ویروسی هم نداره، دانلود میره از داخل اون ایمیلی که فرستاده بود، چیکار میکنی؟ عکس رو برمیداری و سیو، ذخیرش میکنی. یه بار دیگه میرم میلم، این گزینه رو بدونید، گزینه جالبیه. پس اگر مای فوتوز رو بزنید یه شورتکاتی یه میان بره برای عکس هایی که در درون کامپیوترتون چیه؟ ایمیلاتون دارید. نیکس دهتای بعدی، دهت مثلا بیستای بعدی، بیستا بیستا چیکار میکنه؟ براتون نشون میده. اینا عکسایی که تو ایمیلام هست، هر کدومو بزنم میتونم چیکار کنم؟ انتخاب کنم. و اینا مثلا داخل فوروارده، یه نفر به من فوروارد کرده این ایمیلو، عکسو میاره نشون میده و اگر خواستم سیو تو مای کامپیوتر. اینم از این قسمت. اما بولک میلا، یه بار دیگه دقت کنید، من بولک میلا، سه تا بولک میل دارم. اینا نامه های گفتم تبلیغاتی هستن که معمولا تشخیص میده که همینطوری الکی داره. این الان تشخیص داده که اگه بر ظهیری مثلا همش داره چرت و پرت این ور نامه میفرسته، خب اینو بر اساس این تشخیص میده، بس میتونه آدرس دوست واقعیمون باشه ها. اینا سایت های تبلیغی هستن، اینا چیزایی هستن که میبینید که فرستادن و این تشخیص چون به تعداد زیادی میره بولک میل قرار میده، که اگر بخوامم یه جا میتونم ام پی تی خالیش کنم، مثلا اینجا هیچ چی وجود نداشته باشه، ام پی تی میزنم، ترش هم که زباله هستن، نامه هایی که دیلیت کردیم،
و الان همه رو خالی کردم وجود نداره. اتچمنت، این هم مثل مای فوتو، اگه بزنید اتچ هایی که دوستانتون تو نامه ها براتون چیکار کردن اتچ کردن رو میتونید یه جا داشته باشید، ولی احتیاط کنید که چیه مشکلی چیزی داشته باشید. مثلا یه عکسی اتچ کرده فرستاده، یا یه سایتی، یه بابایی، یه چیزی، یه جزوه، اتچمنت فایل ها رو میتونید چیکار کنید در درون اینجا مشاهده کنید، گل یا چیزایی که وجود داره. پس اینا برای اتچمنت ها مثل عکس میمونه. سیارالی دیگه چیزی